سالها بود که حوزه علمیه قم یکی از بزرگترین مراکز تحصیل طلبه‌های ایرانی محسوب می‌شد. تا اینکه اسلام سیاسی خود را بیش از پیش به صحنه آورد و حوزه علمیه قم که محل بحث طلبگی بود، نتوانست نیازهای سیاسی این جریان را تأمین کند. همین نیاز بود که در سال 1341 محمد حسین بهشتی مأمور گردید تا حوزه ای را تأسیس کند که طلبه هایی را تربیت کند که آگاه شده و آگاه کننده باشند، نه مصرف کننده آگاهی های اسلامی. و این چنین بود که مدرسه حقانی تأسیس گردید. آیت الله خمینی و بهشتی و دیگر پایه‌گذاران این مدرسه دریافته بودند که مبارزه سیاسی تنها از راه تشکیلاتی انجام می‌گیرد و با توجه به سابقه حوزه علمیه قم که ساختاری مشخص برای خود دارد، این مهم می‌بایست در خارج از آن و با ساختاری کاملاً نو انجام می‌پذیرفت. این ساختار نو از محتوای درسی تا شیوه اداره مدرسه را شامل می‌شد، به نحوی که تدریس برخی دروس غیر حوزوی و زبانهای غیر عربی هم در دستور کار این مدرسه قرار گرفت. پس از آنکه آیت الله بهشتی برای مدیریت مرکز اسلامی هامبورگ عازم آلمان شد، آیت الله قدوسی مدیریت این مدرسه را بر عهده گرفت. او با جدیت بسیار مسئله کادرسازی و تشکیلات را پیگیری می‌کرد. علی معلی، یکی از طلاب قدیمی مدرسه حقانی، در مورد اهداف این مدرسه میگوید: کادرسازی به منظور مطالعه اسلام به عنوان یک حکومت دینی و تربیت نیروهای مبارز برای ایجاد حکومت اسلامی و مدیریت آن از انگیزه های اصلی آنان بود. فعالیت های سازماندهی و تشکیلاتی وی در این حوزه و میان طلاب در حدی متمایز و مرموز بود که کنجکاوی و حساسیت ساواک را نیز برانگیخت. بنا به اسناد ساواک، مدرسه حقانی بسیاری از روحانیون و طلاب ناراضی و ناراحت را گرد خود آورده بود، اما نمودی از فعالیت سیاسی در آن حوزه دیده نمی‌شد، به نحوی که شیوه برخورد این مدرسه و طلاب آن با مسائل سیاسی انتقاد برخی از روحانیون را در بر داشت. مصطفی پور محمدی که خود نیز یکی از طلاب اولیه و دانش آموخته حقانی می باشد، در این مورد می گوید که رویه و پنهانکاری و فعالیت سیاسی به شدت مخفی در این مدرسه از اصلی ترین اولویت های مرحوم قدوسی بود، چرا که می خواستیم با این رویه از تعطیلی مدرسه جلوگیری نماییم. پور محمدی سقوط مدرسه حقانی و سیاست قدوسی در این مورد را اینگونه شرح می دهد: قدوسی در برابر رژیم موضع حاد انقلابی نمی گرفت. این مشی او تاکتیکی و بر حسب شرایط و مقتضیات زمان بود تا یک مجموعه ای را برای آینده که انتظارش را میکشید بپروراند. پور محمدی ادامه میدهد: به خاطر جوان و انقلابی بودن درس نمیخواندیم، مرتب میرفتیم به تظاهرات و اعلامیه پخش کردن. چندین بار مرحوم قدوسی گفتند اگر حکومت به دست شما بیفتد اینطوری میخواهید اداره کنید؟ با بیسوادی نمیشود حکومت را اداره کرد، با بیسوادی نمیشود به جنگ کفر و کمونیست ها رفت. آنچه که در مدرسه حقانی یا همان منتظریه قم اتفاق می افتاد، البته همش بر دوش بهشتی یا قدوسی نبود، که به واقع می توان گفت یکی از اصلی ترین اساتید و تئوریسین های آنجا محمد تقی مصباح یزدی بود. شاید اصلی ترین سیاست ها را بهشتی و قدوسی طرح و پیاده می کردند، اما بنای کار تشکیلات و گروه سازی را مصباح یزدی گذاشت، که البته با نزدیک شدن به پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 به یک بار مصباح از گردونه این مدرسه خارج شد. آیت الله خمینی در نیمه شعبان سال 1357 برگزاری جشن نیمه شعبان را به بهانه آنکه امسال ما عزاداریم و عید نداریم منع کرده بود، اما مصباح یزدیان را برگزار کرد و با این کار عملاً خود را از گردونه نزدیکان به آیت الله خمینی دور کرد. یکی دیگر از اختلافات مدیریت این مدرسه با آیت الله مصباح بر سر کافر نامیدن دکتر علی شریعتی از سوی مصباح بود که به اخراج برخی استادان مخالف شریعتی انجامید تا فضای مدرسه آرام شود.
با اخراج آن طلاب که عمدتاً از شاگردان و هواداران مصباح یزدی بودند، وی هم مدرسه حقانی را ترک کرد و به دعوت سید محسن خرازی راهی مؤسسه راه حق شد و در همانجا بود که چند ماه بعد ماجرای نیمه شعبان اتفاق افتاد و وی بخشی از کوچه و خیابانهای منتهی به مؤسسه در راه حق را چراغانی و گلازین کرد. پس از پیروزی انقلاب بود که آیت الله خمینی در حکمی قدوسی را مأمور ستاد انقلاب اسلامی مستقر در قم نمود و همچنین طی فرمانی وی را مسئول ساخت تا دادگاه‌های انقلاب اسلامی را تشکیل و کار محاکمه وابستگان به نظام پهلوی و مخالفین انقلاب اسلامی را آغاز نمایند و بعد از آن نیز وی در همان دادگاه متصدی مقام قضاوت شده و سپس به عضویت در شورای عالی قضایی و دادستانی کل انقلاب و همچنین دادستانی کل کشور درآمد. با همین انتصاب بود که قدوسی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی و همچنین دادسراهای نظامی و شورای عالی قضایی کشور در کنار دیگر همراه خود محمد حسین بهشتی بسیاری از دانش آموختگان مدرسه حقانی را وارد امور قضایی نظام نوپای جمهوری اسلامی نمود. افرادی همچون علی رازینی، رئیسی، نیری، محسنی اژه‌ای، علی فلاحیان، معادی خواه، روح الله حسینیان، مصطفی پور محمدی، شاید اولین ورودی نیروهای حقانی به سیستم جمهوری اسلامی دستگاه قضایی کشور بود. اما قدوسی که حالا به یکی از تئوریسین‌های تشکیلاتی انقلاب بدل شده بود، پس از مدتی به وزارت تبلیغات و جهانگردی رفت و ضمن تغییرات اصولی و زیربنایی اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بنا نهاد و بعد از مدت زمان کوتاهی که عباس دوزدوزانی بر آن وزارتخانه وزارت می‌نمود، ترتیبی اتخاذ کرد تا عبدالمجید معادی خواه دیگر فارغ التحصیل حقانی به وزارت برسد. در سال 1360 ابتدا در 7 تیر محمد حسین بهشتی و سپس در 14 شهریور علی قدوسی هر دو بر اثر انفجار بمب‌های سازمان مجاهدین جان باختند. در سال 1363 و با تأسیس وزارت اطلاعات با اینکه محمدی ری شهری اولین وزیر اطلاعات از طلاب مدرسه حقانی محسوب نمی‌شد، اما به واسطه همکاری با بخش بزرگی از دانش آموختگان آن مدرسه در سیستم قضایی به آنها نزدیک شد و علی فلاحیان از طلاب مدرسه حقانی را به عنوان معاون خود در آن سازمان منصوب کرد. فلاحیان نه تنها از دانش آموختگان حقانی در سازمان وزارت اطلاعات استفاده کرد، بلکه اساساً ساختار وزارت اطلاعات را نیز الگو گرفته از مدرسه حقانی اعلام کرده و گفت اوج دستگیری ساواک وقتی بود که سازمانی در مدرسه به وجود آمده بود، سازمانی که الان هم در داخل وزارت اطلاعات تشکیل شده. این سازمان قبلا در مدرسه حقانی به وجود آمده بود. هر کدام از ما به 5 نفر وصل بود، باز هم 5 نفر به 5 نفر دیگر، به شکلی که اطلاعات این جلسات را 1 نفر بیشتر نداشت. در مرکز آن 5 نفر اولی هر چه تصمیم می گرفتند، چه برنامه های تبلیغاتی، مطالعاتی، فرهنگی و حتی درس ها در مدرسه اجرا می شد. با از میان رفتن بهشتی و قدوسی، نقش مصباح یزدی در میان حقانیون پررنگ شده و مصباح یزدی نیز به این نکته واقف بود که مادامی که آیت الله خمینی و وابستگان فکریش در رأس قرار دارند، جایگاهی آنچنان نخواهد داشت. مضاف بر این که انتخاب آیت الله حسین علی منتظری به عنوان قائم مقام آیت الله خمینی مساوی بود با همچنان در محاق قرار گرفتن بسیاری از محافظه‌کاران سنتی در جناح راست مذهبی و همچنین مصباح یزدی. از ابهام‌آمیز بودن دو بمب‌گذاری منجر به کشته شدن بهشتی در دفتر حزب جمهوری اسلامی و همچنین دفتر کار قدوسی که بگذاریم، باید گفت که آیت الله مطهری را هم همین رویه فکری تحت لوای نام گروه فرقان ترور کردند. و حالا نوبت منتظری بود. برکناری آیت الله منتظری را ری شهری که حالا در خدمت حقانیون بود با کمک فلاحیان و محسنی اژه‌ای پیش بردند. با فوت آیت الله خمینی و پس از آن آغاز رهبری آیت الله خامنه‌ای، دوران طلایی مصباح یزدی و متعاقب آن حلقه حقانی آغاز می شود.
شاید هیچ ردی از ارتباط انجمن حجتیه با حقانی در ظاهر وجود نداشته باشد، اما این دو حیطه فکری ضمن اینکه دشمنان و دوستان مشترک بسیاری دارند، اشتراکات فکری بسیاری نیز دارند. آیت الله خمینی بارها و به کرات درباره مضرات و گمراه بودن حجتیه‌ای‌ها چه کتباً و چه شفاهاً سخن گفته است که اصلی ترین آن در هشداری است که به دولت و مجلس وقت داده شده است. به آنها پست کلیدی ندهید. خطرناکند. وقتی آمدند بین شما تفرقه ایجاد می کنند. تشدت ایجاد می کنند. برادران را به جان هم می اندازند. آنها کار دیگری دارند. دنبال مسائل دیگری هستند. اینها با شاه همکاری می کردند. برایشان مسئله دین مطرح نبوده است. مصباح مغضوب آیت الله خمینی پس از فوت وی و آغاز رهبری خامنه ای با گرد هم آوردن گروه‌های کوچک و بزرگ در پیرامون خود، من جمله بنیاد باقرالعلوم، مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی را ایجاد نمود و در چند سال ابتدایی این مؤسسه به صورت خصوصی و غیر انتفاعی عمل می‌کرد. مصباح یزدی البته به مؤسسه امام خمینی و انجمن فارغ التحصیلان و دفتر پژوهش‌ها بسنده نمی‌کند. و از آنجا که مؤسسه امام خمینی یک مرکز آموزشی است و هر نیم سال تحصیلی یک نشست سراسری دارد و در انجمن فارغ التحصیلان نیز هر سال یک اجلاس برگزار می‌گردد، ظاهراً جلسات ماهانه دفتر پژوهش‌ها نیز وی را مجاب و راضی نمی‌نماید. اما آیت الله مصباح گویا همچنان به هیچ یک از این مجموعه ها راضی نبود و این بار بنا را بر تشکیل یک جبهه سیاسی می‌گذارد. مرتضی آقا تهرانی از مشاوران و شاگردان وی اشاره می کند که در دیدار با آیت الله مصباح یزدی، استاد نکاتی را به ما گوش زد کردند و گفتند تشکل و نشست و برخواستهای خود را داشته باشید، اما مبادا حزب تشکیل دهید. روح الله حسینیان، دیگر عضو ارشد این تشکیلات هم، از تشکلی غیر حزبی برای ساماندهی نیروها سخن می گویند و سردار صادق محصولی عضو دیگر این تشکیلات نیز این گونه آن را تشریح می کند. این جبهه یک حزب نیست و در واقع این جبهه یک گفتمان است و تحت نظر فقهای بزرگوار فعالیت می کند و در واقع دغدغه اصلی اعضای جبهه تبعیت از نظرات ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ایست. و این چنین است که جبهه پایداری انقلاب اسلامی را مصباح یزدی تأسیس می کند. حالا فقط کافی است نگاهی به صدر تا ذیل تمام ارکان انتخابی و انتصابی جمهوری اسلامی بیندازید و ببینید که از کدام خیمه و اردوی فکری وارد شدند. اکثریت تام مجمع تشخیص مصلحت نظام که مستقیما توسط رهبر انتصاب شدند، ترکیب مطلق شورای نگهبان قانون اساسی همسو با مؤتلفه اسلامی و تفکر حقانیون است. قالب فرماندهان بسیج و سپاه پاسداران زیر نگین مصباح یزدی هستند. قوه قضایی از دادگاه مطبوعاتش گرفته تا دادگاه ویژه روحانیت زیر نظارت و هدایت همین تشکل‌ها و همین فرد است. و البته تکلیف گروه‌های فشار و لباس شخصی‌ها و انصار حزب الله نیز بر همگان مشخص است. اما آنچه که مشخص نیست، دلیل نفوذ این جبهه علارغم تأکیداتی است که آیت الله خمینی صراحتاً در مورد این جریان داشته است. یه دسته دیگری بودن که انتظار فرج را می گفتن این است که ما کار نداشته باشیم به این که در جهان چی می گذرم، در ملت ها چی می گذرم، در ملت ما چی می گذرم، به این چیزا ما کار نداشته باشیم. ما تکلیف های خود ما عمل می کنیم. برای جلوگیری از این امور هم خود حضرت بیان انشاءالله درست میکن دیگه، ما تکلیفی نداریم. تکلیف ما همین است که دعا کنیم ایشون بیاند و کاری به کار اون چه در دنیا میگذرد یا در مملکت خودمون میگذرد نداشته باشیم. این هم یه دسته مردمی بودن که ساله دسته ای میگفتن که باید عالم پر معصیت بشه تا حضرت بیاد. ما باید نهی از منکر نکنیم، امر معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری میخوان بکنن گناه ها زیاد بشه که فرج نزدیک بشه.
یه دسته از این بالاتر بودن میگفتن باید دامن زد به گناه ها، دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشد و حضرت سلام علیه تشریف بیارند. این هم یه دسته بودن که البته در بین این دسته منحرف های هم بودن، اشخاص سادلو هم بودن، منحرف های هم بودن که برای مقاصدی به این دامن می‌دادند.